استاد محقق و جنرال عطا محمد نور موجودیت شورای عالی مقاومت افغانستان را تایید کردن. با نام خدا سلام بر شما مخاطبان عزیز، آرزومند هستم هر جا که هستین صحتمند و سرحال باشین. امروز تاریخ 22 اکتبر هست و 30 میزان. لحظات قبل استاد حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت و جنرال عطا محمد نور دیگر چهره سیاسی افغانستان که اکنون هر دوشان در بیرون از کشور بسر میبرن، با نشر اعلامیه همسان موجودیت شورای عالی مقاومت افغانستان را رسما تایید کردند. شورایی که البته این دو از اعضای اصلی آن به شمار می رود، ولی هنوز مشخص نیست که دیگر چهره های سیاسی نیز با آنان در این جریان دخیل هستند یا نه. این خبر البته برای نخستین بار 3 روز قبل توسط سنترال افغانستان منتشر شد و ما بر اساس پست فیسبوکی که امید میثم از نزدیکان استاد محقق مانده بودن این خبر را منتشر کردیم. البته در آن اعلامیه‌ای که آقای میثم 3 روز قبل منتشر کرده بود گفته شده بود که این شورا که برای آزادی افغانستان هم تلاش میکنن در واقع 3 هدف داره، یکی تلاش های سیاسی هست، یک تلاش های دفاعی و یکم خواسته های از جامعه جهانی. دقیقا همان متن و همان اعلامیه امشب توسط استاد محقق و جنرال عطا محمد نور نیز منتشر شده است. بخش اولشان که اینا از تلاش های سیاسی سخن گفتن، این که افغانستان به دست گروهی که حالا قدرت گرفته سقوط کرده و اینا وضعیت افغانستان بسیار به صورت وخیم متاسفانه به پیش میبره و مردم نگران هستن، و در بخش دفاعی هم گفته اگر این تلاش های سیاسی که ما برای انداختیم تا گفتگوهای صلح به نتیجه برسه اگر نتیجه نداد، ما وارد فاز دفاعی میشیم، یعنی وارد کارهای نظامی و فعالیت های نظامی هم میشیم. و در بخش سومش خواسته های از جامعه جهانی داشته، ای که باید مردم افغانستان تنها مانده نشود و ای که حکومتی از این گروه باید به رسمیت شناخته نشود. در هر صورت استاد محقق و عطا محمد نور تنها چهره هایی هستند که تا به حال موجودیت این شورا را تایید کردند. قبلا امید میثم که متن را منتشر کرده بودند، عکس 7 چهره سیاستمدار افغانستان را مانده بودند که استاد محقق، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، استاد خلیلی، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستوم و یک چهره سیاسی دیگه که من حالا نامش از یادم رفتن. اینا 7 نفری بودن که میگفتن این شورا را ساختن، اما بعدا استاد خلیلی رسما در صفحه فیسبوکش موضوع رد کردن و از آن اطلاع گفت ندارم من، و گفت من در چه پروسه این چونانی شرکت نداشتم و تصمیمش هم ندارم. اما در تعقیب امید میثم امو صفحه پوستر که مانده بودن ویرویش کردن و این بار عکس 6 چهره را ماندن، آقای خلیلی را عکسش حذف کردن. اما در نهایت آقای میثم بعد از یک روز دوباره پست خود کلا برداشتن. امشب استاد محقق و عطا محمد نور رسما را تایید کردن. تا به حال دیگه چهره ها به شمول مارشال عبدالرشید دوستوم، صلاح الدین ربانی، عبدالرب رسول سیاف و دیگران رو که عکسشان توسط امید میثم منتشر شده بودن پیرامون یه مسئله اظهار نظر نکردن، نه این را رد کرده و نه همین را تایید کرده است. در هر صورت این موضوع با واکنش های مختلف هم در شبکه های اجتماعی روبرو بوده. برخی گفتن اینا سیاستمدارای فراری هستند که اگر کار برای مردم افغانستان میتونستن از افغانستان فرار نمیکردن، و برخی دیگه هم از اونها تمجید کردن و اونها را قهرمانان روزهای دشوار دانستن. به هر صورت این که اینا کارشان چقدر میتونه بنیادی باشه، چقدر میتونه به یک نتیجه برسه، بستگی به این داره که دید اینا چگونه هست. اگه تنگ نظرانه با محور یک حلقه خاصی دوروبر خودشان داشته باشه که قطعا محکوم به شکست است، ولی اگر ملی و مردمی فکر بکنه قطعا میتونه پشتیبانی مردمی رو هم با خودشان داشته باشه. از توجه و همراهیتون جهان سپاس.